و ازشون سپاسگزارم که با مطالب جالبی هر هفته میان و این مطالب رو در اختیار بینندگان این برنامه در سراسر جهان قرار میده. درود گرم شما آقای سیاوش عبستای عزیز. درود بر شما استاد چرفشایی عزیز. درود دارم به برادر مهندس امیر شجری. درود به کارگردان برنامه آقای شهرتی عزیز. همه یه بینندگان مهربانی که هر کجا نشستن و ما رو میبینن، امیدوارم خوب و خوش باشید. استاد چرفشایی، هفته پیش مثل همیشه واقعا برنامه شما رو خیلی خوب میبینن، چه در ایران چه در خارج از کشور. بازپرسی بسیار خوبی داشت، من پیام های زیادی دریافت کردم که برای شما درود داشتن. از جمله این که میخوام بگم این برنامه هفته پیش به قدری مهم بود و تاثیرگذار بود که سران نظام جمهوری اسلامی همین پلیدان چندین نفرشون اومدن اظهار نظر کردن، البته خوشبختانه به نفع برنامه شما و صحبت های ما. از جمله قالیباف که رئیس مجلس و خودش یکی از جنایتکاران این نظام جمهوری اسلامی است، در تایید برنامه هفته پیش اومد گفت آره، یه قدرت چهارمی در کشور هست که طی این سالها چه در دوران جنگ و چه الان همیشه کارشکنی کرده و نگذاشته دولت‌ها کارهای خودش بکنن. این حرفا، اینها بیگانه هستند که توسط صدام حسین وارد ایران شدن، یعنی دقیقا همون حرفی که ما گفتیم. این همین حرف رو به طور ضمنی و گونه که یه رئیسی در انتخاباتی که میشد گفت انا دم العراقی، انا اصل العراقی، و فریاد زد که من خودم عراقی هستم، خونم منم مادم فلانم. خود رئیسی هم اومده گفته، اظهار نظر کرده، گفته من وقتی که در آستان قدس بودم نمیذاشتن کار بکنم، رئیس قوه قضاییه شدم نگذاشتن کار بکنم و الاخر. این از این فرد سومی که افراد زیادی اظهار نظر کردن، حتی چند تا سرداران جمهوری اسلامی که از کار برکنار شدن، ولی یکی از روی که سر کار هست عزت الله زرقامی است. عزت الله زرقامی اومده با تمامی این گشت ارشاد و موارد دیگه اینا مخالفت کرده و حتی گفته که بیگانه در این مملکت نفوذ زیادی داره. این واژه خیلی قشنگه های شرفشایی، خودش اومده گفته بیگانه در این مملکت خیلی نفوذ داره. حالا بیگانه امشب دوباره ما میخوایم بحث کنیم استاد شرفشایی، اون این که یادمون نره میگه تذکر دادن هر مطلبی حتی روزانه ایراد نداره. در اسلام میگن شما روز 17 بار نماز بخونین، 17 بار همش تکراریه، اون حرف تکراری، ولی ما تکرار میکنیم که مردممون به هوش بیان که اومدن. خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر عبدالله قرقوزلو حالشون خوب بود و با هم بودیم و با شما بودن و نکته خوبیشون اشاره کرد، بیداری مردم ایران. مردم ایران، استاد شرفی، یه فیلمی هست که حالا چند دقیقه دیگه میبینیمش، دو سه دقیقه است، نیفتون دادن که دیگه اصلا ایران بیدار شده. و من از همین امشب میخوام اینو بگم که وقتی ما شاهنشاه گفت اکثریت خاموش و خودتان شما اشاره فرمودید که روزها روز شاهنشاه آریامه راست، بایش سدیشون قدردانی و سپاس بشه، من این برنامه رو خواهم پیشکش کنم به روان شادید پادشاه پهلوی که اینها در راستای تاریخ هزار ساله از پادشاهانی بودن که برای ایران به نفع ایران کار کردن و قربانی ایران شدن. استاد شرفشایی، اینی که میخوام تذکر بدم، بارها گفتم، اون اینه اقتدار ایرانی که فیل بوده، قبلا قد یه فیل بوده، الان شده قد یه گربه، کمی گربه شیره، از 7700 سال پیش در کتاب مقدس نوشته شده که ایران بایستی نابود بشه، این اقتدار ایرانیان، اقتدار ایرانیان از بین میره، در ارمیا میگین ارمیا. بعد ما میگیم در قرآن سوره داریم به نام روم، 5 آیه اول سوره روم حسادت داره به این که ایران بر روم پیروز شده. اردشیر پاپکان که عرض کنم خدمتتون همین زرقامی رفت بارگاهش چندی پیش ترمیم کرد که من نشون دادم که این برنامه که مستراهاش رفت ساخت و غیره، اردشیر پاپکان پیروز میشه، ایران بر روم پیروز میشه و بعد الله و محمد میان میگن که این پیروزی به زودی به شکست منتهی میشه و الله میاد اینا رو نابود میکنه. الله همون بت بزرگ تازیان است، بت قریش، خدا نیست. خدا در زبان عرب میشه رب العالمین. خب از دیرباز نابودی ما رو میخواستن استاد شرفچایی، پس اسلام رو میسازن به ما حمله میکنن. وقتی به ما حمله میکنن یادمونه، اینو میخوام بگم چون ایام محرمه. استاد شرفچایی،
ایرانیا بدانند امام علی مثل بقیه در هجوم به ایران دست داشتند. دو فرزند ایشون حسن و حسین تا طبرستان رفتند و در قتل عام ایرانیا دست داشتند. این رو نه تنها که بگیم ما میگیم، ما خودمون نمیگیم، تاریخ طبری میگه و شیخ عباس قومی، آشخ عباس قومی این رو واضح می نویسه و سخنان امام حسین رو میگذاره که میگه ایرانی ها رو ما باید چه بکنیم چه بکنیم. حالا وقت نداریم، من نمیتونم وارد بحث بشم. هم باستا شرفشایی اونی که امشب میخوام به شما بگم، تا زمان صفویه تمام سرزمین های ایران، حتی بخشی از سرزمین های عرب، امام علی رو نفرین میکردن. اینو خود آخونده رو منابعشون گفتن و میگن نفرین میکردن امام علی رو و فرزندانش رو به خاطر کسانی که به ایران حمله کردن. از زمان صفوی است که استعمار اروپا، انگلیس وارد ایران میشه و اینها برای که بتونن با عثمانیان درگیری بیافرینن، اینها میان یه قصه شیعه بازی رو در میارن. و دقیقا مردم بدانید، ما 40 سال پیش گفتیم، دوباره میگم، تمام آداب و رسوم و کتل و متلی که تو محرم برمیدارن همه آیین کلیساست. در جلو صف محرم و اینها شما علم برمیدارن. استاد شرفشایی، یه علم صلیبه، اصلا علم صلیبه، یعنی تمام آیین کلیسا رو انگلیس وارد کرد در ایران به عنوان شیعه و شیعه بازی. دوباره با این شیعه بازی، یعنی الان که مردم ما امروز آشورا محرم سفر اینا رو مسخره میکنن، میرقصن، میخونن، چون اصلا این نه دینیه، نه رفتی به تاریخ عرب داره، نه رفتی به تاریخ اسلام و ایران داره، هیچ. یک بدعتی است که استعمار گذاشت. حالا استاد شرفی وقتی شیعه اینو تقویت میکنن، آیت الله بازی همین دکون میکنن، را میندازن، برای سقوط ایران، همچنان که بارها گفتم، یعنی سقوط ایرانی که شاهان پهلوی ساختند، یعنی ایران را از قحطی، ورشکستگی، بیماری ها، انواع و اقسام رضا شاه نجات داد، یک ایران نوین ساخت. شما ببینید، اینو میخوام بگم امشب، همه بدونید، مردم ایران وقتی میگیم بیگانه در ایران است، وقتی که میگیم اکثریت خاموش، وقتی که به این اکثریت خاموش حتی فحش میدیم، به ملت ایران فحش نمیدیم، به این بیگانگانی میگیم که جوری وارد شدن. استاد شرفشایی وقتی که در سال 1970 در غرب مشکل نفت به وجود اومد و مصاحبه شاهنشاه هست، همه رو ببینید، و اینا اومدن به شاه خورده گرفتن که تو چرا نفت یک دلار و نیم که پول بشکاش نمیشد، تردی 30 دلار، ما وضعمون خراب شده، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. اومدن به شاه گفتن، شاه گفت شما غلات و ملات و اینا رو الان به ما 5 برابر دارین میفروشین، ما هم با همین انضباط قیمت نفت رو میبریم بالا. با ساختن بایک این کاری کرد محمد شاه و گفت ما باید بیان تو صف برای ما. از اونجا 1970 اینا آمادگی خودشون رو که داشتن فعال کردن برای سرنگونی پادشاه. یکی از جایگاهی که استفاده کردن عراق بود. عراق میدونید که حزب بعث عراق، استاد شرفی نمیدونم بچه ها، حزب بعث یکی از مقتدرترین احزاب بود، چون توسط کاجبه تا جمهوری شوروی ساخته بود. بچه ها کار حزبی نکردن، ولی من از 14 سالگی عضو حزب مردم به دبیرکلی ناصر عامری بودم در رقابت با ایران نوین، اون موقع بودن دو تایت، و من 14 ساله بودم رئیس سازمان دانش آموزان حزب مردم بودم، چند هزار نفر رو هدایت میکردم، یعنی کار حزبی رو بلدم، تشکیلات حزبی رو بلدم. حزب مثل یک دولت آقای شرفشایی، این حزب بعث رو فعال کردن که بیاد توی ایران، ایران رو نابود کنه. چجوری؟ از سال بگذاریم که این آمدن چریکای فدای خلق، مجاهدین خلق، روحانیت و غیره رو ساختن، اینا سر جای خودش. سال 42 چون اینا پیروز نشدن در کارشون، سال 42 که خمینی رو بردن به نجف، زیر پوشش امنیتی حکومت عراق، هر آخوندی که وارد اونجا میشد مأمور کاجبه بود، خونی که وارد عراق میشد مأمور حزب بعث بود. بچه‌هایی که در زمان صدام حسین رفتن عراق همه میدونن که عراق در زمان صدام حسین یک جو امنیتی پلیسی داشت که مورچه یه وارد مملکت میشد زیر نظر بود، و از هتلش گرفته که میبردنش تا آخونداری که میرفت میدید و غیره. پس اینا یه تشکیلات قوی اصلا موقع توسط آخوندا، توسط نیروهای چریکی ساختن برای سرنگونی ایران. بعد حسینی ارشاد رو ساختن، ارشاد اسم وزارت خونه کشورهای عربی، میگن وزارت الارشاد والحج، وزارت الارشاد اسلامیه، مثلا اسم ارشاد مال کشور اسلامی وزارت خونه شده، گذاشتن اونجا. کافی رو ساختن و
بعد سال 53 چرفشاهی 100 هزار نفر، 100 هزار نفر صدام حسین وارد ایران کرد با نام معابدین عراق. من احترام دارم به معابدینی که ایرانی الاس بودن، زیر فشار بودن، اون جای خود. ولی آقای شرفشاهی 100 هزار نفر که میاره، فقط لازمه توش 10 هزار 20 هزار تا جاسوس بذاره که گذاشته بود. و اینا وارد ایران شدن، ارگان‌های مختلف اقتصادی سیاسی رو گرفتن، هیچ کس هم نفهمید. هیچ کس. آقای پرویز ثابتی تشریف دارن. ایشون میتونه بیاد گواهی بده. حتی حسینی ارشاد ساختن، چند میلیون دلار خرجش کردن. آقای پرویز ثابتی خبردار نشد، ساواک هم خبردار نشد. چطور؟ چون همه حاجی بازاری میگفتن پول میدن، وجوهات میدن، همه حاجی بازاری بودن معابدین عراقی، اون 10 هزار تا پولداراشون تو مأموره بودن. من به شما هفته پیش گفتم نقدی، سردار نقدی الان هم هست، یکی از عوامل اصلی صدام حسین بود که سال 59 باید میشه. حالا استاد شرفشاهی، جدا از این، از وقتی که جنگ ایران عراق شروع میشه تا سال 1362 تازی 1 میلیون، کجا خبر دارید شما مردم اینا رو؟ رهبرانتون کجا خبر دارن؟ 1 میلیون عراقی رو صدام حسین وارد ایران میکنه در هنگام جنگ. این 1 میلیون الان آقای شرفشاهی شدن 6 میلیون، 7 میلیون. یعنی در ایران واقعا بیگانه حاکمه، واقعا در ایران در استاد شرفشاهی، این همین محسن اجیر هفته پیش گفتم از شاهرودیش گرفته تا اینا همه مزدوران عراق هن. این اجیری وقتی که نقدی زندانی میشه در نقده و وقتی که دوبار زندانی میشه و وقتی که تمام اونایی که دستگیر کردن که از مامورای دولتی بودن اعدام میشن، نه کشته، ترورشون میکنن. این محسنی اژه‌ای میشه دست راست این نقدی و خود علی خامنه‌ای این رو هی ول میکنه، آزاد میکنه بیاد. حالا نکته مهم، جدا از اینکه خامنه‌ای باباش عراقیه، خودش سیده، چرا خود نقش مهمی داشت خامنه‌ای در جاگذاری اینها؟ حتی وزارت اطلاعات استاد شرفشاهی چندین بار لیست معاودین عراقی که گفته میشه جاسوس های عراق هستن از زمان جنگ تا الان میده به دولت، میده به ول، هم میشه اون کادر رهبری ولی فقیه اینا رو حذف کرده. حالا علی خامنه‌ای وقتی که جوان بود، استاد شرفشاهی، درسته که روسیه رفته، من خودم ثابت کردم اینجا صدای منشی سابق پوتین رو گذاشتم، ازش پرسیدم درست این در دانشگاه پاتیش لومان با درس خونده؟ گفت آره. گفت پخش کردم من تداشت. ولی جدا از اینها، علی خامنه‌ای زمانی خمینی که عراق بود چندین بار مثل آخوندهای دیگه، مثل دعایی که رادیو رو میگردون، مثل بچه منتظر، مثل خیلی دیگه، اینا میرفتن عراق بیر پوشش امنیتی و اونجا همین آدمایی مثل نقدی که جوانای 17-18-20 ساله عضو ساواک مامورای امنیتی بحث بودن، از این استقبال فضیلتی میکردن، همدیگر رو میشناسن، یعنی رفیقای هم، همکارای هم، هوای هم رو داشتن. حالا بشین هم استاد شرفشاهی فقط نابودی ایران. تو ببینین هر چی سخن و حرف ضد محمد رضا شاه، ضد کوروش، ضد تاریخ ایران پیش از اسلام بوده، همه رو توسط همین اراذل اوباش لاریجانی، خامنه ای، نقدی، که همشون عراقی هستن اومده. این عراقی توهینی که به محمد رضا شاه کردن، من نمیخوام اینجا بگم، توهینی که به محمد رضا شاه کردن هیچ کس نکرده. همه این هم رضا شاه رو که میذارن، از کنفدراسیون ها گرفته تا نیروهای چپ، نیروهای چپ همه روسی و صدام حسین خودش نوکر روسی. حالا ملت ایران استاد طرف شده به این درجه از بلوغ رسیده که فهمیده عاشورا، حسین، حسن، اینا همه بازی ها. این که رو سریده بخوان رو سر مردم ما بکنن، اینجا پینه زده شده، چه فهمیدن همه اینا چرت و پرت. روز محرمشون رو برای چندمین بار با رقص و شادی مردم کردن و این اعتقادات نیست، بگیم اعتقادات مردم رو باید احترام بذاریم، اینها مزخرفات و خرافاتی است که هیچ مردمی حتی مسلمان‌ها بهش اعتقادی ندارن. همه اعتقادات ما میهن اهورایی ماست. این فیلم دو دقیقه و نیم فیلمی که میبینیم استاد شرفشاهی، میبینیم که نسل نو و جوان و ایرانی ما فهمیده که 6 میلیون عراقی در ایران در حکومت هستند و اون ایرانی هایی که در حکومت هستن با اینا در جنگ هستن، با کمک مردم ایران به زودی ایران آزاد میشه. دو دقیقه فیلم رو میبینیم با مهر کارگردان برنامه عزیز. من این شعار میبینم
تصویری اینجا از ما آریایی هستیم، محرم در شهرک اکباتان تعطیل شده. اکباتان جشن شادی در محرم، تمام ایران جشن شادی در. ببینید استاد چرفی، مسخره کردن اعتقادات نیست، مسخره کردن خرافات تازی در زمان صفویه وارد ایران کردن برای اینکه شوکت و عظمت ایران را از بین ببرن. با هم میبینیم ویدیو رو لطفا. بله، این حسین یکی از آدمکشای معروف بود، ایرانی ها رو بسیاری رو کشت در اون جنگی که کرد. نیروهای مال عربستان بود، اومدن نبرد کردن با ایرانی ها و تعداد زیادی از ایرانی ها رو همین حسین کشت و جز افتخاراتش بود که من برای اینجوری دارن ازش تجلیل میکنن در حالی که یه جانی بیش نبود. حالا محرم دیدن در شهر اکباتان هم تعطیل کردن و بهترین کار اینه که دیگر شهرهای ایران هم این مسائل رو یاد بگیرن. به ویژه زنهای ایران باید همشون لباس سفید بپوشن، مردای ایران لباس سفید بپوشن. این ماجرای کسافتکاری سیاه‌پوشی و سیل زنی و این داستان عربی رو در ایران از بین ببرن. الان روزاییه که بهترین مبارزه اینه که هر ایرانی که تعدد میکنه در خیابانا با لباس سفید بره حرکت کنه، نه لباس سیاه. بچه های اکباتان پیاده روی نگار اومدم عروسی کردی. همه اینها داره مستند میشه. من چرا رگ گردنم پای انقاییدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم چقدرم وای میستم. همه اینها داره مستند میشه. من چرا رگ گردنم پای انقاییدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم چقدرم وای میستم. از چله محکم امام حسین اینجوری رد شدی حرمت شکنی که از ام. امام حسین چیه؟ امام حسین چیه؟ امام حسین چیه؟ امام حسین چیه؟ با تو شود احیای دینه، با تو شود احیای دینه، گویی به صوت دل نشینه، گویی به صوت دل نشینه، تنها امیر المومنینه، تنها امیر المومنینه. داری تو وارث دیر حیدر کردین، تو وارث دیر حیدر کردی، حضرت گل یاس حالا تو رو میشناسه، حضرت گل یاس حالا تو رو میشناسه، هر کلمه قیام تو روی دوش عباس، روی دوش عباس، مهدی زهرا و مهدی زهرا. این شما ببینید از توی محفل خود عزاداریشون که 200 نفر هستن، سبیلوی آقای با شخصیت میاد مسخره میکنه، آقاسی میرقصه وسطش، دختر خانم ها، اون خانم دیگه میگه حسین کیه، من جونم هم میدم روی اعتقادم وای میستم علیه تازیان. این نسل از نوین آریه دختان ما و اون بچه کوچولو به خورسال تو مسجد انگشتیشو تر میکنه و به چشمش میزنه و یه گریه میکنه، مسخره میکنه. یعنی استاد شرفشاهی اینو دیگه باید همه بدانند.
همه اونایی که تریبون در دست دارن امروز درست مثل خواننده های استاد شرفشاهی. گل آذین اومده، این دختر آریایی و رعنا، آقای شهرتی عزیزم چند بار تو برنامه شما جای دیگه خداوند شما رو پخش میکنه، ترانه های به این زیبایی، شجاعت، دلیری خونده. حتی خواننده های ما مثل اصحاب تریبون و قلم ما بایستی از این بچه ها، از این نسل نو یاد بگیرن، دنباله اینا برن. مقدسات فرهنگ کهن ایران آریایی است، مقدسات ایران هست و اعتقادات به مکتب آریایی، ایرانی، اوستایی، زرتشت، میترا، کوروش است. این مزخرفات و چرت و پرتای صحراگردانی که استعمار برای نابودی ما درست کرد، اینا نه اعتقاده و نه مقدساته. توهین کردن بهش که هیچ، زدن و نابود کردنش وظیفه هر عنصر ایرانی است. بله، باز با تکرار بکنیم که همه در این روزا لباس سفید بپوشند. این بازی لباس سیاه به خاطر که کشته شدن یک جانی ایرانی کش بخواه ما بیان لباس اونو سیاه بکنیم، این واقعا احمقانه ترین کاریه که یک ایرانی میتونه بکنه. حسن حسین در رأس یک نیروی بود که به ایران حمله کرد، هزاران ایرانی رو کشته و ما بیان از این مرد تجلیل بکنیم، یه چیز مسخره‌ای بیشتر. بسیار از شما سپاسگزارم سیاوش عبستای عزیز، مثل هر هفته مطالب جالبی رو بیان کردین در این برنامه و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود. ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمی پوشیم. با موسی اومه درود بر شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.